از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم هر جام دم پوشم، از جام سفیدانم هر جام دم پوشم، هم ساری از ساریم، هم آتش زردوشم، هم سالی از تایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. دیروز سالم سا دن در براه بویاند بر این دراهی، دیروز سالم سا بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی، دیروز سالم سا دستم بگیر و رهایم کن به راهی، دوست اول استاو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خدا. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشی اکبرین، زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، حادثیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. درود بر شما مهربان یاران گرامی، حالتون چطوره؟ میگه گاویست در آسمان و اسمش پروین، یک گاو دیگر نهفته در زیره زمین. این عمر خیامه که داره یه چشم خیردت باز کن، زیر و زبر دوگاو دوگاو مشتی خر بین. این آفرینش رو میگن که آره دوتا گاو، این مثل که کره زمین باشه که یه شاخه گاو از یه نگشت داشته، شاخه گاو از یه، بعد خیامی که میگه بالا و پایینی گاو تو دوتا خره. ببین حالا حافظ چی میگه. حافظ میگه که فلک دهد به مردم نادان زمام مراد. عشق میکنه نافهمه که چیزی نمیدونه، تو زندگی داره عشقش میکنه. کاش که هوشیاری نصیبم نمیشه. تو اهل فضل و دانشی، تو که اهل فضل و دانشی عزیزم، همین گناهیت بس. بعد حافظه میگه زحمتی میکشم، بدبختی میکشم از مردم نادان که مگو و مپرس. هر یک از دانشمندان از نادان ناریدان، جهان رو نادان هاش که به خرابی میبرم. سعدی چی میگه؟ سعدی میگه طلب کردم زدان هاوی یکی بند. چی گفته بهش؟ میگه مرا فرمود با نادان مپیوند، نادانی درد اصلی ماست در طول تاریخ. و حالا فردوسی عزیزم که چقدر از دانایی و نادانی اینها گفتی، که از نادانی همیشه نالیدی، این نادانیست که درد. من امروز برای اینکه بحثم روشن بشه در ابتدای
30 ثانیه براتون این رو پخش میکنم. شما خواهش کنم اینه که دیدیم من سنجش هستم، فهم و شعور و درک و نادانی و دانایی آزمایی است. از یه فردی پخش میکنم که شما حتما چند تا فیلم ازش دیدید و میشناسیدش، خیلیاتون هم همتون هم براش احترام بودید چون خدمات بزرگ خودش گفته که کرده به چه و چه و اینها، از توی دستی اومده و بالا و کمک و کارش هم کار خیریه و خیر و خیریه داره و یه حرفا میشناسیدش. من 30 ثانیه براتون این رو پخش میکنم، شما این 30 ثانیه رو میبینید و فوری کاغذ قلم برمیدارید، نظرتون رو مینویسید که نظرتون در مورد فرمایشاتیشون چیست، بعد با هم دنبال میکنیم برنامه. زخمی ها دوا نداشتن، مردم قوت و قضا نداشتن. میگه در بلندایی در تبریز، مشرف بر شهر تبریز در چادر فرماندهی نشسته بودم. آسمان تبریز دود بود و مرگ بود و قحطی. میگه یه مادری جنده پوش با چادری پاره رنگی زرد، کودکی در بغل به سمت چادر فرماندهی اومد. به چادر فرماندهی نرسیده، میگه بچه از سر به گرسنگی از بغل مادر رفت پایین، یه علفی رو با خاکش از ریشه کند و علف و خاک رو به دهان گذاشت. ستارخان میگه با خود گفتم این مادر الان میاد به من میگه این وضع تو به روز ما آوردی ستارخان. میگه مادر رفت، این بچه رو بغل کرد، خاک از دهان بچه پاک کرد، گفت عیبی نداره مادرم، عیبی نداره مادرم، خاک میخوریم اما خاک به دشمن نمیدهیم. یادداشت کنید نظرتونو، خواهش میکنم یادداشت کنید نظرتونو، یادداشت کنید که خیلی مهمه. حتی اگر بتونین روی کتاب شاهنامه‌ای دارید تو خود قرآن دارید تو خود مفاتیح جنان دارید، چون همه چی بتونین، من میدونم برنامه من رو تماشا میکنید سالهاست، و کتاب سعدی دارید، حافظ دارید، دفتر خاطرات دارید، این فیلمی که شما دیدین نظرتو بنویس دو خط تا بعد با هم دوبار کنیم برنامه. امروز میخوایم در مورد همین مسئله که اخیراً پیش اومده که بعد از سالها زدن بیچاره سلمان رشدی رو میخواستن سرش رو ببرن صحبت کنیم، و بحث خیلی مهم. اونهایی که با کتاب های من آشنایی ندارن، من ابتدا با آگاهیتون برسونم که کتاب جنجالی من که از سال 1980 حضورتون پیشکش شد، برام چیزی رو آورد تازه توی تفکر جهانی، چون به زبانهای مختلف من کارامو منتشر کردم. یکی بود که از میترا تا محمد، یکی دیگه قرآن سرودهی به سبک پارسی، و یکی دیگه دینداری و خردگرایی، آیین اوستا و خدا رو در خواب دیدم زارزار گریه میکرد. این 5 تا. ولی خب یکی که به ترتیب که میومد، میخوام این رو بهتون بگم. مثلا من در از میترا تا محمد که منتشر شد، این سال 1981 هم نوشته بودم که بعدا منتشرش کردم، 2-3، اونجا ما از میترا تا محمد برای نخستین بار به جامعه جهانی ایرانی میترا رو شناسوندیم، عکسش بزرگ روی جلد، زیر عکس میترا لای اسلام که همیشه سیخکیه، حسین ارشاد درستش کرده بود جی سیخکی بایستو بود لا، این لا عمر عثمان علیست، ابوبکر عمر عثمان علیست، زمان شاه پادشاه عزیزم میگفتن که علی شریعتی سنیه، حسین ارشاد سنیه، نه اون نیست، هست، نه دعوا بود این چیه. ولی بعدن که من سفر کردم به جهان و در جهان دیدم، دیدم اصلا ارشادی که وزارت خونه میذاره که بعد من اسم روزنامه خود من ارشاد الان دیدم، این ارشاد اصلا وزارت اوقاف و همین تبلیغ اسلامی عربستان سعودیه که جمهوری اسلامی اسمش رو گذاشت ارشاد، اسم وزارت خونش رو عوض کرد گذاشت ارشاد. و بعد این لا سرپا که هست، این لای سرپا، این لا آرم عربستان سعودی و آرم اسلام تسنن و وهابیت هست که اینا اونجا گذاشته بودن که پول حسین ارشاد اونا داده بودن ساخته بودن، و حتی کافی حسینی کافی، من این لا رو همونطور که میبینید خوابوندم، انداختم این چیزه
زمین سالهای 1980 و این رو منتشر کرد. در کتاب قرآن سوره در اینجا میباد چون ببینید چقدر ریشه های ترور رو مطرح میکنه. مطالب خیلی مطالب اونایی که نخوندن برن بخورن. بعد همه این کتابی که الان گفتم بهتون تو دو تا کتاب هست، ولی دو تا کتابی که من با خدا رقصیدم، یکی آیین اوستا. تو این کتاب دو تا کتاب شما این 7-8 تا از کتاب ما رو دارید، چاپای آخرش البته چون چاپای متفاوت. حالا ما در کتاب از میترا تا محمد انواع اسلام چجوری اومد، اولش مهربونه، بعدش آدم میکشه، بعدش راهزنی میکنه، بعدش چه میشه، این همه رو ما گفتیم. سپاه درست کرده، محمد دم مرز گذاشته که میخواد حمله کنه به ایران، بعد ایرانی ها میفهمن، همه رو ما نوشتیم. از جمله هم مطرح کردیم که ریشه ترور چیه، ترور از کجا میاد. آخه خیلی همین الان هم که سلمان رشدی رو دوباره زدن و تفلیر زخمیش کردن اینا، باش خیلی آمده میگن آقا ما این اسلام رو کافرین بشه، اسلام تروریست رو نمیخوام، اسلام اصلی رو خواهم. خب آقا میخوام این روز دوباره بعد از 42 سال دوباره به شما بگم که همون اسلام اصلیست که دستور کارار میده. اصلا جناب آقای محمد پیامبر اسلام، اما اول اسلامی که وقتی که دیگه مستقل میشه، حکومت چه داره تشکیل داده و میده توی مدینه که اسمش سابق بوده یثرب، اصلا ترور از اونجا شروع میشه، آدم کشی. یه خانومی مثلا دو تا نمونه بدم، یه خانومی به نام اسما یهودیست، خیلی خوشگله، خیلی خوشتیپه، چه بسا قبلا محمد عزیزی هم رفته خواستگاری کرده بهش ندادن، چون خیلی ها که خواستگاری کرده بود ندادن، در همین کتاب نوشتیم. این از قول علمای بزرگ تاریخ اسلام، ما باز خودمون چیز در نیاوردیم، از قول اونا نوشتیم، مثلا طبری، ابن هشام، اینا همه سرداشون اونجا آوردیم. ایشون اسما خب یک همیشه یک خورده حساب خصوصی هم از یعنی محمد با اسمی خورده حساب داشته که رفته خواستگاری، مثل خیلی هایی که میره خواستگاری بهش نمیدن، تو غزوات اینا رو صاحب میشه. تایشون میکنه تو مدینه، راهزنی میکنه، اولین جنگ هاش هست که حمله هاش هست، بعد رو احد و اینا که به کاروان قریش حمله میکنه. یه اسم رو میشینه شعر میگه، شاعره، یهودیه، زرنگ، ادبیات بلده، شعر میگه. وقتی شعر میگه شعراش خیلی آتشیه، بعضی وقتا دیدین شعرها مثل آقای هالو، یک شعرهای میگه طرف میزوزه، مثل این هادی خورزندی شعر، یا مثلا قبلا عبید زاکانی، شعرهای تنزینا بعضی وقتا طرف میسوزونه. تو تاریخ نمیشتن، یعنی سوزوندن هم تو تاریخ که میگفتن شعرهای اصلی میسوزونده مسلمان ها رو. خوزا محمد، محمد میگه بابا هیچکی نیست برش کلش هر ما برداری بیارش. به جون شما شوخی نمی کنم والله، میگه کسی نیست به کلش بره. خب مثل همین الان، مثل قدیم، یا گدهی که مسلمون شده بودن به تیم محمد پیوسته بودن، اینا فامیلاشون تو مکه بود، یک فردی بینم ابو افوک، اف ببخشید، ابو افوک اسمش، اصلا فامیل اسماست. به محمد پیوسته، میگه ما میریم شبانه، میرن اونجا و سری خانومه میبرن برای محمد میرن. ترور دیگه چیه بس؟ سلمان رشدیه یک چیزی گفته، حرف زده گفتمش. یکی دیگه داره منشیشه، منشیش میاد میگه که به زنش میگه من حرفای محمد تصحیح میکنم. میگه آره، من وقتی اون یک چیز میگه من یه جور دیگه میسم، میگم آقا من اینجوری نوشتم خوبه. میگه آه آره برو. میگه پس تو خیلی خریه. میگه چطور من خرم؟ میگه مرد حساب، میگه این حرفای خداست، که اگه حرف خداست که نباید تو آدم بی سواد که فقط سواد نوشتن داری سر میگردی که بدونی تصحیحش کنی. یارو یه دوزاریش جا میفته، مثل خیلی از شما که الان دوزاریتون رو خیلی چیزا جا میفته، میفهمین تو تاریخ هم افتاده، دوزاری ها خوب جا نمیفته. بعد میگه راست میگه. پا میشه میاد پیش آمد اعتراض کنم، میگه مرد سب اینو میگه حرف خدا نیست تو میگی. میگه چرا؟ میگه خب چه وقت من تصحیح میکنم میخوای من جرم مرتکب بشم، خدا من رو ببره تو جهنم، چرا حرف خدا رو من تصحیح میکنم تو تایید میکنی؟ میگه عب نداره ساکت رو بشین جا بشین. صحبتش خصوصی با محمد میکنه، محمد این شب خراب شد قضیه، یلا میره بیرون. به افرادش میگه یه تفلی بچه رفیق ما دیوانه شده، فکر کنم برای ما هم ضرر داشته باشه، برای هممون کسی هست بره اینم ترتیب شده بده. پا میشن میرن از پشت سر داره میره تق میکشن، شروع میندازن جسد. از این کارها زمان حضرت محمد شده، حضرت محمد. الان هم که اینها که ایمان ندارن که خمینی که حرفت با داده بود این کجاسته که پرفن، بعدم که بقیه عامل. حالا بگذاریم که این خامنه ای چون آخوند و شیخ، اصلا کارشون دروغه، کارشون نیرنگه، کارشون فریبه.
برای که فریب بدن همه کار میکنن. وقتی رئیس جمهور شد خودش اون موقع گفت ما سلمان رشدی بخشیدیم، خمینی گفت غلط کردید بخشیدید، بر چون رئیس جمهور بود میخواست معادلات جهانی بازی بکنه اینا، همین همین میخواد اینی، بعد بعدا گفت ما سرش میبریم که حالا بیا اینا رو داشته باشید اینجا. وقتی که اینجا اینا رو دارید، بعد این که اسمال ترور توی میتاتا محمد. اما جریان سلمان رشدی، ببینید سلمان رشدی اسمش از آقای احمد سلمان رشدی، ریشه ایرانی، تبارش زرتشتی هستند همه، ولی اینها مثل خیلی شما ها، مثل همه شما ها که اینجا نشستین من رو تماشا میکنید، رفتن چمشیر گذاشتن اینجا، گفتن آقا جان یا مسلمون شه کلاتی میبریم، مسلمون شدن نیاکانش. بعد بعدن این میاد اولین کتابشی که مینویسه سال 1975 نمیگیره، اصلا کتاب نمیگیره، ایش فروش نمیکنه. کتاب دومش 1981 منتشر میکنه، بچه های نیمه شب، بچه های نیمه شبش میگیره، چند تا جایزه برور میگیره، بعد تو خود ایران خمینی میخونه خوشش میاد، عجب اوایل انقلاب هنوز هم خیلی خوشش میامده، خب این هم از این کتابی خوشش میاد، میارنش تو ایران بهش جایزه میدن. در ایران سلمان رشدی تجلیل میشه ازش، کتاب بعد خصوصا خمینی میبینه یه هندی، خودش هم ریشش هندیه، میگه آرم مارم که شیر خورشید رو ورداشته، آرم هندی ها رو گذاشته، هندی ها من چاکر هندی ها هستم، خیلی مخلصشون میستیکا، خیلی چاکرشون هم، ولی آرمشونی که نباید بیارن تو جای شیر خورشید ما خمینی بذاره، این آرم سیک های هندوستانه. از سلمان رشدی هم که هندی خوشش میاد جایزه بهش میدن، سر صدا اینا راه میفته، بعد یهو خمینی شروع میکنن اینا، بعد سال 60 که میشه و به بعد اعدام کردن عمرای ارتش فلان میکشه، یهو 124 هزار نفر جوانان نسل امجدیه رو میکشه، همه ما ناراحت، همه ما عصبانی، جناب آقای سلمان رشدی هم عصبانی میشه و میاد به کتاب مینویسه. حالا پیش از اینکه ایشون آیات شیطانی رو بنویسه در سال 1988، در سال 1983 من همین کتاب از میترات و محمد و قرآن سوریه به سبک پارسی اینا ما منتشر کردیم. برای این نخستین بار من یه چیزی را تو تاریخ در آوردم، تو تاریخ بود، ما خودمون در تو تاریخ درش آوردم، اون همین آیات شیطانی است. 1984 کتاب منتشر شد، 84-85 قرآن سوریه به سبک پارسی. تو قرآن سوریه به سبک پارسی من آیات قرآنیق رو مطرح میکنم و میگم که این آیات قرآنیق شده آیات شیطانی گرام گرفته و از تو قرآن برداشته شده بعدن. حالا چیه این آیات؟ این خیلی مهمه. در قرآن آمده، یعنی محمد خودش میگه که افر ارو میخونم براتون، که میگه افرایت تو، آیا میگه دیدی، فارس پارسی میگه مرا بشنو کنم، میگه لات و عزا و منات الثلاث الاخرى، میگه ستا بود دیدی چقدر باحال ان این ستا بود، تو قرآن بریم بخونید، میگه لا تلک القرامیق العلا، میگه اینا لکلک های هستن، مرغابی های هستن، زیبا و رعنا، خوشتیب، مثل جوان خوشتیب، قرانیق به لک ها میگن. در طبس پلیکانی بود، پلیکان در زلزله کشته شد، بعد جاش آران گذاشتن، گردن های بلند داره اینا، لک های خوشگل و زیبا، اسمش جمعش میشه قرانیق. محمد میگه که اینا قرانیقن، این بتای کعبه، چون خودش تا 40 سالگی به اونا پرستش میگرده، دورش میگشته تو کعبه که بوده، میگه اینا همه درست و این شفاعت حنه و ترز فترز را، میگه که اینا خیلی چیزای خوبی هستن، قهرانی قمه ها لکلک ندار خوشتی بیان، بوتا خیلی خوبن. بعد پشتش میگه که اینا هم اگه شفاعت بکنن خدا قبول میکنه، اینا هم مقدسن فلانن. این که میگه یو مشاوراش میگن محمد چی گفتی؟ میگه گفتم این شفاعت هنه فتر با، یعنی اگه اینا هم شفاعت بکنن مورد قبول قرار میگیره پیش خدا، آدمار خدا که خودش ظالمه که آدمار خواهد ببره تو جهنم نادانی خواهد ببره تو جهنم، ولی اینها شفاعت میکنن، یعنی بوتا. میگه مرد حسابی تو توحید داری، تو موحدی، تو تک خدایی را وردی، تک خدایی که پنج تا خدا و بوتایی قدیمی تکیم گره، مشاورش راست میگه خواهر مادر، عجب، یعنی خیلی بد شد،
خیلی بچه چیکار باید بکنیم؟ میگم راه حل برات پیدا میکنیم. راه حل باز تو خود قرآن هست. اینا تو قرآن دیگه که من به شما میگم. نگاه قرآن. در خود قرآن سوره بقره آیه 106 و سوره حج آیه 51 میگه محمد اینی که تو گفتی این سخن شیطان بود که اومد تو دهنت که گفتی اگر اینو بوتا هم شفاعت بکنن مورد قبول قرار میگیره. عیب نداره محمد جان، قبل از تو هم کسای دیگه بودن که اومدن میل پیامبرانش میگه. من اون 124,000 تا که روز یکی هم میامدن توی 16 سال 124,000 تا نمیشد، ساعت یکی هم میامدن باز نمیشد. اینا من نوشتیم در خدا رو در خواب دیدم زرزار گریه میکرد. میگه که محمد جان این جوریه خلاصه علم نداره، قبلا هم این شیطان ناکس میرفت تو زبون یه پیغمبر ما یک حرفایی میزد، ولو که ننسخ، میگه ما نسخ میکنیم اونی که شیطان به زبان تو آورده. بعد یه حرفش پس میگیره، وقتی که حرفش پس میگیره این شفاعت هن فطرد و این دوتا آیه دیگه ور میداره از تو قرآن. اینا تو تاریخ اسم شد آیات قرآنی و به نام آیات شیطانی بعد از نام گذاشته میشه. 4-5 سال بعد از اینکه کتاب منتشر شد آقای سلمان رشدی همینو گرفت و پارسی همشون بلده، این به اطلاع شما برسونم، هندو، دری، انگلیسی و پارسی هم بلده، مثل اقبال لاهوری که اصلا شعر میگفت، یا خانواده نهرو که اینها ریشه ایرانی داشتن، در یا گاندی حتی خودش، اینها لکه میدونه تمدن آریایی ایرانی و زبان پارسی تمدن اولیه و اصلی هند پیش از اینکه انگلیس اونجا وارد. هند سرزمین آریایی است، اینکه میگن هند اروپایی ازم غلطه، هند اروپایی آریایی است، باید بگی آریایی. الان در اونجا در هندوستان شما برید اینقدر شهرهایی دارید شهر ایرانی نامه، بعد زرتشتی‌های اصیل اونجا هستن با عنوان پارسیان. اکثری هنرپیشه‌های درجه یک هندی که شما می‌بینید مثل خانم ممتاز و دیگران، اینا پارسیان و زرتشتیان ایرانی هستند که در هند بودن. متوجه می‌شین؟ اگر هند می‌بینید با 400-500 تا دین و مذهب اینقدر پیشرفته مونده، اینا به برکت فرهنگ و آیین اوستاست، زرتشته، چون اونجا از فرار میکردن از اینجا اونجا پناهنده میشدن. حالا خودش قصه ایدن. بعد ایشون سال 1988 که اینو منتشر کرد و اینا، اولش که اصلا خمینی بی خیالی حرفا بود، اصلا هیچ صحبتی نشد در مورد، یک کتاب فروش هم کرد خیلی هم خوب بود. بعد یو تو پاکستان یک ادهی ریختن تو خیابون تو پاکستان، آقا او رو ما میکشیم، آتیشش میزنیم، پرچمش رو، چه کتابش رو، لباسش رو، عکسش رو، تفریس هرمارشتی ریختن، علیش تظاهرات کردن. 6 ماه از این قضیه تظاهرات علی سلمانشتی گذشت. بعد یهو رفتن به خمینی گفتن بابا عقب افتادی مردک، الا یهو فتوا به قتل رو داد و به تبعیت از نیای بزرگش. چون اینها سادات تازی هستن، سادات تازی از ابتدا با خون اومدن که همه چیز رو مستقر کنن و خون با خون چجور رو برن پیش برن. حالا شوربختانه بهش حمله کردن سلمان رشدی ولی ایشون زنده موند. بعد شما این آیات شیطانی دیگه، این کتابی که ایشون نوشت که خانم روشنکی هم در ایران اینو ترجمه کرد به پارسی، حالا من اینم به شما بگم چون در جریانش هستم میدونم، بدونید چقدر دنیا در نیرنگ و دروغ همین گفتم و نادانی است. ما نادانیم، حرفا نمیفهمیم. شما میدونید جمهوری اسلامی میلیون ها دلار از کتاب سلمان رشدی سود برد. اگر دوستان عزیز من که در آلمان هست، امیدوارم حالش خوب باشه، نقش مهمی داشت در فروش کتاب، چون خیلی کتاب میفروختند که به فارسی ترجمه شده به پارسی. ایشون خودش که توضیح کننده این کتاب در اروپا بود و در دنیا و اینا کار نداریم. آقای کتاب توی چاپخونه ملی ایران که اسکناس و پاسپورت رو چاپ میکنن در تیراژهای گسترده چاپ میشد و میومد، تیراژهای گسترده چاپ میشد میومد بیرون و اینها ازش استفاده مالی کردن میبردن همه فروخته. این بعد دکونی جلوه برای همین خواستم رو نادانی و دانیار بزنم. الان یکی از موارد اصلی درد بشر در طول تاریخ همین نادانی است. بعدا فکر نکنین نادان او یارویی که تو جامعه پسته، نادان خیلی اونایی که در جایگاه بالا قرار گرفتن نادانن.
بعضی هاشون دانان نادان سازن. حالا چرا نادان سازن؟ این درد اصلی ما سادات تازی و روحانیت اصلا قابل مداوا نیست. تو نمیتونی یک تشکیلاتی رو که استعمار برای نابودی تو ساخته، یه تفنگی که درست کرده که تخت تخت تو رو بکشی، تفنگی بگیر قاب بگیر بگید توش تفنگ خوبم هست، آخونده خوب نداریم، سادات تازی که در قدرت خوب نداریم. چون الان ببینید سه طیف شما آدم دارید. راستای همین مسئله میخوام اینو قاطع به شما بگم، یعنی آزادی ایران بستگی به دانایی و نداری ملت ایران داره. ملت ایران اگر بخواد در این نادانی که الان من دیگه توضیح میدم بهتون بمونه، پیشروی ما نداریم. و نه تنها یک کشور، اون دفعه صدام حسین به ایران حمله کرد، بقیه کمکش میکردن، این دفعه یک حمله جهانی به ایران میشه، یعنی همه با هم متحد برای نابودی به تو، زمیناش هم دارن میسازن. حمله بزرگ به ایران برای نابودی ایران مثل اوکراین برنامه ریزی شده است. اگر این نادانی در حکومت و در مردم رواج پیدا بکنه پیش میاد. حکومت به خاطر اینکه خودش یکی از رواج دهندگان نادانی است. این ستا کیان؟ یکی خود سادات تازی و روحانیتن که در رهبری وجود دارن، برای ننه بزرگ و بابا بزرگشون، نیاکانشون و عماشون میرن صحن فاطمیه تو نجف میسازن روی 220 هزار متر با میلیاردها دلار که در برابر کعبه و مدینه و این حرفا بتونه رقابت کنه. گنبد بارگاه های طلا میسازن برای خمینی هایی که جنایت و خون و خونریزی کردن که بت باشه رهبر انقلاب. کسی هم دیگه در موردش حرف نمیزنه. از سال 60 نباید بگید، بعد از سال 67 بگید. جنایت از سال 67 شروع شده. ساش خمینی نباید کسی رو گیره. خمینی بوده که فتوای قتل سلمان رشدی داده. خمینی بوده که دیر پای گذاری اون بالاست. شما بالا نباید بزنید. دوم یه کسایی هستن که اون بالایی ها اون کاد حقوق بهشون میده. حقوق بگیران هستن. حقوق بگیر الان تو ایران کمپانی داره، شرکت داره، وضع مالیش هم خوبه. این تبلیغات و نگهداری سادات تازی وظیفشه. سومین رده کیان؟ عوام، توده مردم. ما بهشون خر حیوان مقدسی است، انسان هم انسان مقدسه، ولی از نادانیش استفاده میشه. کم پیش میاد که جفتک بزنه خره، بارکشی میکنه، همه کار میکنه. ملتی هم که خر میشه مثل همینه. شما در نظر بگیرین این الان شما میبینید چی میگه. از اینا هم که زیاد بوده در خریت، شما چی میخوای بگی به اینا؟ آقا مردمی که تا این حد شوره، بعد تازه توی محرم سفر از اینا بدتر و بیشتر شما دیدین. جامعه این که بخواد این باشه، اینا رو طیف سومن که حقوق بگیران سادات تازی و روحانیت و خود سادات تازی و روحانیت، اینها چه میکنن؟ اینها این خرار میسازن که خرار همه احزاب سیاسی هم همین دارن. احزاب سیاسی مدیارو رو میذاره دم چهارراه کوچه خیابون، آقا 2001 قرون پول جمع کن، بعد یهو 1 میلیون دلار خرج فلان برنامه میکنن. او برای پولشوییه، خرایه، خرار نگه داره. ردای پایین همه خرن، بیشعورن، مثل همین هایی که ابرفاز اومده تو خیابون بریم دست بزنیم تبرک بشه بریم دست. بعد کار اینا چیه؟ کار انگلیس هست. این آقا هر کی میخواد باشه، حاجی روغنی میخواد باشه، سفیر انگلیس میخواد باشه، هر کی کراواتیه میبینی وایستاده دست میزنه به دست خمینی، به بقیه میزنه که تبرک بشه. این شعورش خودش نمیرسه که این کار غلطه. خیلی هم خوب میدونه که این کار غلطه. این نماینده استعمار، خیلی گفتن این سفیر انگلیس بوده، بعضی میگن حاجی روغنی بوده، بعضی گفتن کریم سنجابی بوده. کریم سنجابی که 100% نیست. ببینید اینو. خب این آقا این کاری که داره میکنه، این کار خودش که با این کراواتی که زده که معلومه بهش اعتقاد نداره. درست مثل خمینی در ماه، میگفت خمینی در ماهه، بعد رئیس شرکت میاد تو خیابون تو کوچه تو حیاط و میسه این کارگراش هم میان. رئیس شرکت سیده سادات تازیه، تو تشکیلاته، تو بانده، برنامه ریزی شده است. میگه آه من دارم میبینم اونجا عباشو، آه اماماشو میبینم، قباشو میبینم. این کارگرای بدبختی بیچاره باید بگن ما دیدیم. مدیر کلم هست، اگه هستی رئیسه والاییه، هر باید بگم آه راست میگه، منم یه چیزی میبینیم. درست مثل همین حرفای آقایی که اول برنامه براتون گذاشتم، همه تون
شکی ندارم که گفتین عجب راست میگه. ستار خان خانمه اومد بهش گفت ما علف میخوریم ولی خاک نمیدیم، بعد میاد بو علفه یه خاک اضافه میکنه که ما خاک رو با علف میخوریم ولی خاک نمیدیم. با چه ابهت و شکوه و جلال و چیزی هم میگه، با چه سناریو از بهروز وثوقی هم بهتر فیلمش رو داره بازی میکنه. بهروز وثوقی دیگه اینجا اصلا افتاده به پایی دیگه، اصلا داووده دیگه، چه فیلمی قشنگ بازی میکنه. آقای فیلمه این سناریویه، این همون رده دوم خرکنه با کراوات و نیروی کارساز، کار آفرینی کرده، آدم بیکار اومده سر کار گذاشته، پول داشته باشه همه کار میتونی بکنی، پول باید در اختیار قرار بگیره، باید به دست بیاد همه. بعد الان حرفش حرف آقای علی خامنه‌ایه. خامنه‌ای میگه ما علف میخوریم ولی به مردم ایران علف میدیم بخورن. اما میریم توی نجف 220,000 هکتار کاخ فاطمه زهرا میسازیم، گنبدهای نیاکانم رو طلا میکنم، گنبدهای نیاکانم رو در نجف، سامرا، کربلا، دمشق، زینبیه، مشهد کجا طلا میکنم، مردم زهر مار بخورن، علف بخورن، خاک بخورن. این توجیه داره میکنه. من تاریخ مشروطه رو خوندم، شما هم کتابش مال احمد کسروی است، بعد تمام تاریخ مشروطه رو برید بخونید. الان دیگه ما هم کاری کردن که کتاب خونی نمی کنیم که نفهمیم. هرگز ستار خان این اتفاقی داری با این سینما کلمات شعر یا رو وقتی به کار میبره، یعنی سناریو قبلا نوشته مثل پیس تئاتری، این پیس تئاتر رو نوشتنی دارید از بر اجرا میکنه. این آقا کارهای مهم و بزرگی هم کرده، خیلی هارم بهشون کار داده، سپاه خودشو داره، لشکر خودشو داره، فدایی داره، فدایی داره، چون یارو از تو پایین اینا آورده بالا کار داده برای کسیشون استفاده کنه. مخشویی برای استفاده قشنگ هم که صحبت میکنه، هیچ کس هم به جمله آخرش توجه نمیکنه که ما علف نمیخوریم، ما علف نمیخوریم، پولای ما، طلاهای ما رو میرید در نیجریه و پابرهنهای آفریقا و لبنان و سوریه و کمار قمار. یعنی که الان هست این دخترهای هندو هستن که نوحه میکنن. Do you have some other poem about Imam Hussein alayhi salam, sir? Maine ek nazm likhi Hazrat Imam Hussein alayhi salam pe. Woh ji chahta hai Karbala ki mitti ko chuni. Aur ye kharch mikonid milliard milliard. Yek sevam pul naft shoma velayat faqih hukumat velayat faqih. میاد دستش که این خرج عطینا میکنه، اون دو سوم دیگر هم همه خرج میکنن برای انجمنهای دینی، آخوندسازی، امیر المومنین، سید الشهدا، چقدر انجمنی آخوندها ساختن تو ایران، اونجوری خرج میکنن. بعد مردم من نون نداره بخوره، تخم مرغ نمیتونه بخوره، یه مرغ رو نمیتونه پیدا کنه، علف بخور، علف بخور. عجب عالی صحبت میکنه، خیلی جالب. گریم هم گرفت. الان میاد به من میگه این وضع تو به روز ما آوردی ستار خان. میگه مادر رفت، این بچه رو بغل کرد، خاک از دهان بچه پاک کرد، گفت عیبی نداره مادرم، عیبی نداره مادرم، خاک میخوریم اما خاک به دشمن نمیدن. خمینی تو ماه، خمینی رو تو ماه دارید میبینید. با هاویا رو بکشید، یهودی ها رو باید بکشید، زرتشتی ها ممنوع باید باشن، سعادت تازی باید بالا باشن، خرد در مملکت ممنوع. خرد رو کی آورده و داره؟ خردمنده که بهش حسودیشون میشن. بهایت خردمنده، اندیشمنده، آفریننده است. اقتداری که زمان شاهنشاه ما داشتیم به خاطر این بود که همه تحصیل کرده ها، بعد همین هم گفتیم بهایی هم آقا صورت گردن اینا رو بزن، یه مش خر رو بیاره چون بذارید حکومت کنه که زیپ شلوارش هم نمیتونه ببنده که سهل، حرف زدن هم بلد نیست. بعد شما رو میزنن سر کار با فرستادن اینجور پیکا برای اونا، همین پیک یارو آقا علف بخورید، پیک میخوای بفرستی؟ کتاب های پیام آوران خرد 50 نفرن ما معرفی کردیم،
سیاوش ارسطو یکی از اوناست. 50 نفرن. کتاب اونا رو ورق ورق کنید توی اینترنت، از صفحه صفحه عکس بگیرید، تک 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 هر روز اینا رو پخش کنید. شما تا ملت رو آگاهی ندهید، آگاهی بخشی، خرد ورزی، روشنگری است الان کار ما. اگر این کار نکنید آزادی پس از آگاهی میاد. اگه مردم در خریت بمانند روز به روز بدتر میشه. الان عراق رو دارن میگیرن با مختلفاً محد عصر فاطمه قالي المفيد استمع محد عصر فاطمه قالي المفيد الله القول المفيد مني المجوسي ابتدت الخديعة مني المجوسي ابتدت الخديعة كذبة وخرافة تهدم الشريعة كذبة وخرافة تهدم الشريعة ثابت عمر هو صهر الوديعة ثابت عمر هو صهر الوديعة شلون ارتكب هالجريمة الفظيعة شلون ارتكب هالجريمة الفظيعة الله محسن فلا لأثر ينفي المفيد الخبر محسن فلا له ينفي المفيد الخبر المن تهل الدمع لا محسن ولا ضلع المن تهل لا محسن ولا ضلع يا شيخ لا ضلع يا شيعي لا تنخدع لا محسني ولا ضلع محد محد عصر فاطمة قول المفيد استمع محد عصر فاطمة القول المفيد ماكو ضلع لا حرق لا جريمة خطبة فدك تمشي راحت سليمة ماكو ضلع لا حرق لا جريمة الخطبة فدك تمشي راحت سليمة بيني الصحابة علاقة حميمة حتما تغيظ النفوس الأثيمة حتما تغيظ النفوس الأثيمة حيدر عمر عضد كل معركة يسانده حيدر عمر عضد كل معركة كل الجرم يرتفع لا محسن لا محسن ولا ضلع يا شيعي لك لك فیلم های بزرگ ما رو صد بار گفتیم میتونم فیلم های بزرگ پرخرج اصلا حرفای خود ما میسازن علیه خود ما داغون رو میکنن شاید این نوهایی که امسال آقای مقتدی صدر اونجا داد بخواهر مقتدی صدر خودش حاضر میکنه که عراق نیز مثل طالبان بشه در افغانستان که الان هر روز در مرز درگیریه هر روز مرزبان ایرانی ما دارن کشته میشن دست طالبان در افغانستان ناامنیست پاکستان رو بعدن میکنن ترکیه الان دشمنه ترکیه دوست ایران نیست دور تا دور ایران دشمنه عراق هم وقتی بره دست آقای مقتدی صدر که دارن بهش میدن تا در وقتی که مقتدی صدر میگیره اون از اون شیعیانیه که میخواد ایران نابود بشه ببینید تو همین نوحه که میخونه همه حرفاش درسته ولی یکیش میاد داره ایران ستیزی میکنه توش میگه این دروغ ها رو توی اسلام شیعه‌گری رو مجوس آورده مجوس یعنی زرتشتی ها میگه زرتشتی ها آوردن قبلا میگفتن یهودی ها خود عربستان سعودی تبلیغ میکرد گفت ابن سبا اومد از یمن یهودی بود شیعه رو ساخت حالا این خود شیعه مقتدی صدر میگه ایرانی ها ساختن چون شیعه یعنی مقتدی صدر با صدام هم همکاری میکرد باباش صدام کشت ولی با صدام کار میکرد الان توی شما خواهید دید که یک ایران ستیزی در تمام سنی ها رو بخشت قبلا که سنی ها رو همه رسود ایران کردن با همین جنگ سوریه و عراق و مداخله که تو سوریه کردن گفتن اینا آمدن اینجا سنی ها رو بکشن
بعد دارم میگم که الان توی ایران اگه شما ببینین یهو برای 17 27 میلیون برای قاسمشون اومد تو خیابون، الان این کارو بکنن اون نمیاد، چیکار کردن؟ فوری ضد تبلیغات انجام دادن که ایران رفته تو سوریه سنی‌ها رو کشته. همه سنی‌ها ایرانی که خیلی هم نمیدونن، هر کی تو شما سنی پیدا بکنی ته دل به قاسم رضا نمیده. تمام شد، تمام شد، اونجا کشته. این کینه آفرینی ها تا اینکه الان کینه است که در جهان برای ایرانی است. این کینه 40 سال پیش بود، 43 سال پیش بود. من تو هر کشوری که میرفتم موقع تام گفتی ایرانی، آ شما تروریستی. آقا نه به خدا من مخالف، ما در رفتیم خودمان اینجا، ما ایرانی تروریسته. شب ساعت 12 شب 2 صبح از تو هتل بودم فلان کشور اروپایی فلان اینا، آدم بیدار میکنم ایرانی هستی پاس تهدید میکنم، یا 43 سال پیش تا الان مونده. ایرانی رو در جان بدبخت و بیچاره کردن، در جان بدبخت و بیچاره کردن، دارن هم میکنن و زمینه طوری میشه که اصلا همون شد که داعش بود، داعش رو اومده بود از اروپا آمریکا همه جا مسلمان جمع شده بودن که ایران رو نابود کنن. داعش چون اینا کافرن، اینا مجوسن، اینا زرتشتیان، اینا شیعه هم که ساختن تازه میشه سادات تازی، اینا هم برای نابودی اسلام اومدن فلان بار نابود میکنن. حالا غافل از اینکه این سادات تازی، ببینید ما با هیچ عربی و هیچ کشور عربی جنگ و درگیری و مخالفتی نداریم اصلا. ما وقتی میگیم سادات تازی با همین ولایت فقیهی که 14 قرن بنی هاشم دعوای خودشونو با بنی امیه، این دوتا پسر اموها با هم جنگ و درگیری در مورد قدرت داشتن، مثلا میر حسین موسوی با علی خامنه‌ای پسر اموان با هم دیگه، با هم پسر اموان، او هست خامنه موسوی خامنه‌ای هست حسینی خامنه، از یک تبارن، از یک نسلن، پسر اموان، فامیلن. او میگه من از او بهتر میفهمم، من باید رئیس باشم. علی خامنه‌ای نمیفهمه، من به علی خامنه‌ای درس میدادم. موسوی میگه اون موقعی که تو حسین ارشاد میرفتن اینا، خود منم درس میدادم به علی خامنه‌ای، بلد نبود یک انار رو پاره کنه بخوره، گفتم در مورد. خب موسوی هم الان دعواش دعوای قدرته، مثل خیلی دیگه که الان اعلامیه میدن میگن آقا ما به این کشتن سلمان رشدی بی اسلام کافریم. پس به کدوم اسلام معتقدی؟ خود حضرت محمد هم که بهتون عرض کردم چندین نفر فرمان ترور داد، ترور کردن و بعد جنگ های برید بخونید دیگه. شما دو تا کتاب سیاوش اوستاری که بخونید خیلی دنیا رو خوندید. یکی من با خدا رقصیدم، یکی هم آیین اوستا. من برای پولم تبلیغ نمی کنم که بگم، کتاب هایی که بهتون عرض می کنم در گوگل میزنید به رایگان دانلود میکنید، دوستان گذاشتن، منم باهاشون مخالفتی نکردم. در ایران هم دارن چاپ میکنن، فقط خواهش کردم با قیمت ارزان در اختیار مردم بگذارن. در اختیارتون هست، میتونید بخونید و تا شعور چون کتابخونه دیگه نیست، دیگه کسی کتاب نمیخونه، کتاب نمیخونه، فقط همین آقا خیره میاد میگه علف خوریم، گریم میکنن همشون، چقدر قشنگ صحبتی. آره ما بریم علف بخوریم تو فعلا خاک. آقا این حرف رو اصلا ستارخان نگفته، اصلا اتفاق نیفتاده. به پیرزن اگه اومده طلا و جواهرش داده به ستارخان، گفته این هست و نیست من ستارخان، برو به جنگ. اینه، این ساخته، اینا سناریو میسازن. بعد ستارخان میگه به دشمن بگید ما در صحرا، کوه، دشت، دمن میتازیم، میجنگیم، خاک میخوریم. وقتی تو میبینی اون گرد و غبار خاک میخوریم، اما خاک نمیدهیم. این حرف مردک اومده قاطی کرده، عوضش هم کرده، سناریو هم نوشته. همه منم دوستش دارن این رو، چون از قبل زمینه ساختن که خودمان میخواستم یه برنامه دارم ازشون تجلیل کنم تا پیش از این قضیه. منم خرج شده بودم، می‌خواستم یک برنامه رو از این آقا تجلیل کنم که چقدر زحمت کشیده، به چه می‌شدم که هست و بازگدایی آمده بالا و بالا. بعد دیدم ما اینو ساختن تا الان که می‌خوان از این استفاده کنن. علف بخور ملت ایران، علف بخور در نادانی، علف بخور. ستارخان میگه در میدان جنگ، در دشت و دمن و کوه و صحرا ما خاک می‌خوریم، خاک نمیدیم. میگه نه، علف باید با خاک بخوری، علفی که مخوری خاکش هم بخور. تا کی در چنین نادانی ما خواهیم ماند؟ آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود، سطری که با مشتایه لطف خدا بود، دیگر به جانی
انجام نیست. از آتش ما غیر خاکستر نمانده، این خانه ویران گشته جز یک در نمونده. آن هم در این نیست ره گستری نیست. اول که من رامت شدم آبسته ی دامت شدم، عاشق ترین بودی برام آگم. حالا آخرینم بهر تو، رنج آخرینم بهر تو، کم خنده کن بر گریه هایم. اول که من رامت شدم آبسته ی دامت شدم، عاشق ترین بودی برام آگم. حالا از آتش ما غیر خاکستر نمونده، این خانه ویران گشته جز یک در نمونده. آن هم در این نیست ره گستری نیست. آزادی با آگاهی میاد، روشنگری این کار توست، بایستی بکنی. چرت و پرتا رو پیک نفرستید برای مردم و دیگران، میزنید کتاب ها مجانی رایگان. جانم مایه گذاشتم برای شما نوشتم. آریامنش از جانش مایه گذاشت، شجاع‌الدین شفا از جانش مایه گذاشت، رضا فاضلی از جانش مایه گذاشت، دشتی، دیگران، 50 نفرن پیام‌آوران خرد، از جانمون دکتر مسعود انصاری روشنگر، از جانمون مایه گذاشتیم برای شما نوشتیم. شبها نخوابیدیم، یک لقمه نان خوردیم فقط، هست و نیستمون رو گذاشتیم برای شما. بخونید و به دیگران معرفی کنید. تا این ذهن ها باز نشه ایران آزاد نمیشه. و الان من به شما میگم 80% نابودی ایران در پیچه، 20% ما امید داریم. این 20% رو شما باید روز به روز ببرید بالا. اگر نبرید بالا، این 20% هم میاد زیر، بعد همه تون میشیم پیرو همین آقایی که میگه علف بخور، خرا میشن اونجوری. بقیه هم میگن آقایی یک آمریکایی کسی بیاد ما رو آزاد کن دیگه، حمله کن دیگه جون ما. فردا سخن پایانی بگم تا بفهمید چقدر بدبخت بیچاره مولوی رو همیشه هم میشناسید. چند بار گفتم تو ذهنتون نمونده، دوباره میگم. وقتی که نادانی، وقتی که زجر، عذاب، شکنجه بر مردمی رواست، چنگیز که حمله میکنه، چنگیز خان خبر نداری ها؟ گوش کن، خبر نداری. 18 سالم بود من اینو خوندم فهمیدم، بعد رفتم قونیه دیدم درسته، سر خاکه مولوی رفتم. وقتی که مغول به ایران حمله میکنه، مغول اسکندره، مغول برای اینا هیتلره، مرکبه مغول، مغوله چنگیزه. وقتی که چنگیز به ایران حمله میکنه، مغول به ایران حمله میکنن، مولوی ازش حمایت میکنه. مولوی براش شعر میگه، مولوی بزرگ که من ستایشش میکنم. در اون مقطع اینقدر نادانی در سرزمین ما مثل امروز هست، همینه که میبینید اینقدر نادانی هست که شیخ من رو بالای منبر میشینه، مزخرفاتی که میگه در مورد علی و محمد و فاطمه و چیکار کرد علی خامنه‌ای که متولد شد میخندید اینا، بعد یک مشت ابله همونجا نشستن یک نفر بلند نمیشه بزنه تو گوشش. ولی از اون طرف ما زیاد داریم که سیدا رو کتک میزنن. من وقت ندارم اینا که شما نشون بدم. آخوندر از مسجد بیرون بکنم، همین رو دیدم میدونم. دم شما گرم بچه ها درود. من برون 20% دیگه دارم مبارزه میکنم، نمیگم شیخ و ملا رو ترتیبش دادید، برون 80% رو با خودتون کنید، 80% رو روشن کنید.
به پایان برنامه میرسیم. از برادر مهربانم مهندس امیر شجری سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر بدرود. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری. با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دیر کهن در گذری، با 7000 سالگان سر به سری، سر به سری. در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنم. تا به پا خیزد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب به او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضربه شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمی پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میدهد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید.